السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر، چاشت شما بخیر، عصر شما بخیر، شام شما بخیر، شب شما بخیر. هر لحظه‌ای که ما را از هر کنج دنیا می‌بینید، وقت شما بسیار خوش. باز هم با ما نصیر احمد عبادی به چینل زیبای خود در ریاضیات، فیزیک و کیمیا تدریسش به صورت تحلیلی از چینل زیبای خودتان خوش آمدید میگم. امروز انشاءالله پارت سومی بحث تیوری بور هست و ما روز گذشته تعدادی از فرمولای شعاع، سرعت، انرژی کینتیک، انرژی پتانسیل و انرژی کلی را معرفی کردم. امروز انشاءالله مثال داریم و یک دو مثال را کار بکنم. انشاءالله مطمئن هستم که کاملا درک میکنیم. به هر صورت آغاز میکنیم، بیاین اولین مثال خود را از شعاع انتخاب میکنیم. مثلا از پیشتان سوال میکنم که یک عنصر، فرض مثال زیدش یک است، شما شاید زیر دریافت بکنید. اول وقتی که من میگم زید یک است، معنیش چی؟ نمبر اتمیش یک است، یعنی در هسته از یک پروتون است. دو، شاید زیر پیدا بکن، رابطه شا چی است؟ رابطه شا آر اینم مدار مساوی است و صفر شاید پینجا و سه این مربی و زر، البته واحدش به اساس انگستان. اینجا شما دقیق شوید، آر ارتباط مستقیم به نمبر مدار میگیره و ارتباط معکوس به زید چارچه اتمی میگیره. معنای این چی؟ هرچقدر نمبر مدار زیاد، شاد زیاد. برای مثال شما تصور بکنید که اگر من جدول مد نظر بگیرم، این جدول در جدول عناصر، فرض مثال مدار اول، مدار دوم، مدار سوم، مدار چهارم، همین رقم تا آخر، اینا یک عنصر در مدار اول است، فرض مثال یک عنصر در مدار دوم است. آیا عنصر مدار اول شاید زیاد است یا عنصر مدار دوم؟ معلوم دار است که هر چقدر ان زیاد میشه، آر زیاد میشه. این به این معناست که اگر این هسته باشه، این مدار اول باشه، مدار دوم باشه، مدار سوم باشه، هر چقدر که مدار تعدادش زیاد میشه، شعاع بیشتر میشه. به همین لحاظ استاذ‌های با میگن که با رفتن به طرف پایین جدول شعاع بیشتر میشه. دو، ارتباط معکوس با زید میگیره، هر چقدر زید زیاد شعاع کم، هر چقدر زید کم شعاع زیاد. مفهوم این جمله چیست؟ مفهوم این جمله ای است که اگر من یک بار اول یک زید را مد نظر میگیرم که یک پروتون است و این شایش است، مدارش است، این هم شد شایش. دیگه با ما هسته را مد نظر میگیریم که عوض یک پروتون 3 4 5 پروتون داره، چی فکر میکنیم؟ که آیا در جزء اول زید زیاد شده یا دوم؟ معلوم دار است که دوم زیاد شده. وقتی که دوم زیاد میشه، شعاع چی میشه؟ کم. این یک الکترون است، بلعن معلوم دار است هر چقدر که زید زیاد میشه، تاثیرات از این بالای الکترون میفته، الکترون طرف خود کش میگیره. وقتی که الکترون طرف خود کش بگیره، این مدار گویا اینجا نی در این قسمت میاد. اگر در این قسمت میاد نسبت به این، شاید مدار اول از این کمتر شد. اینا رو بگو در جدول زید چطور زیاد میشه، تعداد پروتون ها فرض مثال در پیریود دوم، اگر ما مد نظر بگیریم یک عنصر اینجا است، یک عنصر اینجا است، یک عنصر در اینجا، یک عنصر در اینجا، یک عنصر در اینجا، اگر ما بگویم نمبر اتمی از این 3 است، ای 4 است، ای 5 است، ای 6 است، ای 7 است، آن خودت بگو تعداد پروتون در 3 زیاد است یا در 4 زیاد است؟ در 4 زیاد است. در 4 زیاد است یا در 5 زیاد است؟ در 5 زیاد است. خیر، هر چقدر که ما اون طرف میرم زید چی میشه؟ زیاد. زید که زیاد شده بره، تاثیراتش بالا الکترون زیاد نمیفته؟ میفته. الکترون کش میکنه طرف خود، الکترون که طرف خود کش میکنه، شعاع چی میشه؟ شعاع کم میشه. خیر، برعن به طرف راست جدول وقتی که ما میریم، شعاع کمتر شده میره. یه تحلیل از این رابطه بور. به هر صورت میاد برای مثال، در قسمت مثال ما میگیم که زید اگر یک باشه، آر چند است؟ شما این رو باید تعیین بکنید. وقتی که زید یا یک هست، این عنصر، این عنصر کدام عنصر است؟ معلوم دار است که عنصر هیدروژن است. بنابراین اگر عنصر هیدروژن است و اینا نگفتن مدار چندان، معلوم دار است که مدار اول باید پیدا شده. خیلی من باید سی کمیت و یک کمیت رو بفهمم، یعنی من از اینجا فهمیدم که عنصر هیدروژن است و نمبر مدارشون مدار اول، از اینجا آر مساوی است 0.53، به جای ان 1
مربع و یک، یک مربع یک تقسیم یک یک، آر مساوی به صفر اشاریه یک اینجا سه. وای شکلی انتخاب کرده بودیم انگستروم، یک انگستروم یا این نه در برمای منفی 8 سانتی متر و یا اگر به متر تبدیل بکنیم در برمای منفی 10 متر. این از شعای اول هایدروجن. فرض مثال، یک مثال دیگه میگیرم. تصور بکنیم که زید اگر دو باشه و مدارم مدار اول باشه، لطفاً آر را پیدا کنید. برای دریافت از آرن مساوی است به 0.53 ان مربع به زد. از اینجا آرن مساوی به 0.53 عوض ان یک مربع و عوض زد دو، یکی بر دو، یکی بر دو ضرب 0.53. آرن مساوی است به یکی بر دو ضرب 0.53. هر چقدر که آمد واحدش چی است؟ انگستروم. ساده نیست؟ بسیار ساده است. کپی میکنی؟ پاکنم دختر؟ های بیاین یک مثال میگیریم از سرعت. فرض مثال تصور بکن که زید یک است، انام یک است، وی یک عبارت است. رابطه چیست؟ رابطه VN مساوی است به 2.18 ضرب 10 بر نمای 6 زید بر N. البته واحدش متر بر سکه. اینجا ببین V با زید رابطه چی داره مستقیم؟ هر چقدر زید زیاد، تعداد پروتون ها زیاد، V زیاد. هر چقدر زید کم، V کم. ارتباط معکوس به N، N زیاد، V کم، N کم، V زیاد. چی معنا؟ به این معنا میده که اگر ما یک عنصر در نظر بگیریم، فرضاً یک پروتون داشته باشه و یک الکترون داره، عنصر دیگر در نظر میگیریم که چندین پروتون داره و این هم فکر کنید در مدار اول یک الکترونش بررسی میکنیم. خب اناره آیا الکترون هر دوی از یکسان حرکت میکنند؟ نه، یکسان حرکت نمیکنند. زید کدامش زیاد است؟ زید دوم زیاد است. اگر زید دوم زیاد است، سرعت از بیشتر است نسبت به این. یعنی ما اگر هیدروژن و هلیوم مقایسه بکنم، هلیوم تعداد پروتوناش چند تا؟ دو تا. این مدار اول. هیدروژن چند تا؟ هیدروژن یک تا. و یا الکترونش، یا الکترونش در مدار اول الکترون هلیوم تیز میده یا از هیدروژن از هلیوم تیز میره، برای اینکه تعداد پروتون زیادتر است و قوه جاذبه سرازی شدیدتر میشه و همین قوه جاذبه یا قوه الکتروستاتیک در چی مصرف شده؟ در قوه جذب مرکز. بسیار خوب، با این رابطه چی میگیرن؟ با این اگر بحث بکنیم، یعنی شما مد نظر بگیرید که اینی یک هسته، دو پروتون، سه پروتون، هرچی که هست، یک مدار، دیگه مدار، بنابراین در اینجا یک الکترون است حرکت میکنه، در اینجا یک الکترون است حرکت میکنه. اگر از پیشتان سوال میشه الکترون مدار اول بسیار تیز را میره یا مدار دوم تیزتر را میره، معلوم دار است مدار اول این رابطه معکوس، این کم، این مدار یک، این مدار دو، این مدار سه، این از این کم نیست، این از این کم بیزیاد و این از این زیاد ویش کمتر. بسیار به هر صورت اگر ما در جدول مقایسه بکنیم، اونم در جدول هم مطمئن هستم که شما را مقایسه کرده میتونیم. این به این معنی میده که اگر من این طرف راست جدول میرم، زد زیاد شده میره، زد که زیاد شده میره، صورت الکترون در امو قشر ثابتی که بیا مثلا مدار دوم است یا مدار اول است، ما اگر مقایسه کنیم بیشتر است و با به طرف پایین میاییم، این زیاد شده میره، این که زیاد شده میره، در مدارش سرعت الکترون کمتر شده میره. خوب است، ما میریم چند مثال خود. فرض مثال عنصر هیدروژن رو محاسبه میکنیم، زدش یک، انش یک، ویش پیدا کنیم. وی رابطه داریم، وی ان مساوی است به 2.18 ضرب 10 به نمای 6 عوض زد یک، عوض ان یک. بنابراین وی ان مساوی است به 2.18 ضرب 10 به نمای 6، یکی بر یک هم یک. وایدش چی است؟ متر بر سکند. اگر کم دقیق شوم، وی ان مساوی است ده بر نمای 6 چی مانا؟ 6 تا صفر داشته باشه، دو تاش کده خانی اشار خلاص، 4 تاش میمانه، 218 1 2 3 4 متر بر سکند. اگر بگویم بخوانیم اینه، فکر میکنم 3 صفر خانه جدا کنیم، 2 میلیون، 2 میلیون 180 هزار متر پی سکند سرعت الکترون هیدروژن از تناد مدار اول. بار فکر بکنید که الکترون چقدر سریع حرکت میکنه. 2 میلیون 180 هزار متر بر سکند. به هر صورت روابط بسیار زیاد ساده است.
فقط زرق قیمت داده برو، این قیمت داده برو، ویره پیدا کرد میتانید، انرژی کینتیک میتانید، انرژی پتانسیل میتانید و انرژی مجموعی انرژی میخانیکی را هم دریافت میتانید. مطمئن هستم که از این مثال که فرق میکنم. برشوره، ویره بگیره، باکش میکنم. خب، باکنم. ساده نیست، درسی دیروز واقعا تکذره فرمونه سبوت میشد جنجالی بود. بیر یک مثال که جالب میگیریم. مثالی تا شدم از پیش ما که کدام یک شعات عناصر زیل با هیدروژن مساوی است. سوال رو نشته میکنم. کدام یک از عناصر زیل عین شعاع اول اتم هیدروژن داره؟ چارج رو شما میگیرم. جزء اول n مساوی به 2 از لیتیم، جزء دوم n مساوی به 2 از بریلیم، جواب سوم n مساوی به 2 از هلیوم و جواب چهارم این مسئله به سه از هلیوم. بسیار سوال وزن میکنیم ببینیم هر کنم؟ خوب است. اول ما باید شای هیدروژن رو بفهمیم. آر مساوی است به 0.53 این مربی به زید. قیمت این رو وزن میکنم. شای اول گفته زید هیدروژن رو معلوم است که یک است. از اینجا آر مساوی است عوض از یک مربع یک بجای از یک 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 مربع یک یک تقسیم یک 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 ضرب سفر شرف اینجا سه سفر شرف اینجا سه آه چار جواب میکنه که کی سفر شرف اینجا سه میشه. این مسئله به دو لیتیم. وقتی که من لیتیم نگم لیتیم اما باید از زیدش رو بفهمم. جواب اول را چک میکنم. لیتیم زیدش چند است؟ من فکر میکنم زید از سه است. آه درست است. این آر مساوی است سفر شریعت اینجا و سی از کدام مدر شکلت دو؟ دو مرابه زیدشان سی ای میشه دو مرابه چار چار برسی چار برسی زربی سفر شریعت اینجا و سی از تو تنها سفر شریعت اینجا و سی است. ای به این معنی است که جواب اول نیست. جواب دوم وزن میکنیم. بریلیم بریلیم زیدش چار است نمبر اتمیش بنابراین آر مساوی است و 0.53 ضرب این مربع این از چند است؟ دو مربع و بریلیم تعداد زیدش چند است نمبر اتمیش؟ چهار دو مربع چهار چهار و چهار خلاص چند شد؟ 0.53 آیا 0.53 0.53 مثل سوال مواری نیست؟ است بنابراین جواب چند است؟ جواب دو خوبی دوارستون پر میره باشی سوال است؟ خلاص است؟ پاکم تخته پاکش میکنم. میم برم تای کردیم اتمی. اول تایف چیست؟ تایف عبارت از وسیله شناخت عناصر است. مثل که اگر انسان اگر ما میخواییم بشناسیم شما انگشتش را میگیریم در یک چیز میمونی شستش را میگیریم. اینا وقتی که بر ما یک چند عنصر میاره میگه بگیم ببین که کدام هیدروژن است اکسیژن است نایتروژن است اینم از کجا بفهم؟ از نگاه رنگ فرضاً کلش سفید کلش سرخ کلش آبی انسان نمیفهمه که برای یک رنگ یک عنصر هیدروژن است یا اکسیژن است یا فلانی است. ما توسط تعریف اتمی ایره میتونیم بشناسیم. در تعریف اتمی در فیزیک سمت 12 اونجا بهتر میبینیم دو قسم است تعریف نشتی و تعریف جذبی.
در اونجا البته عنصر در یک وسیله میگذارن و در روی یک اسکرین هم طیف نشیش تشکیل میده، هم طیف جذبیش و برایت از اون میشناسن. من لازم نیست مثلا از این چپ بدم، ولی هدف این است که انشاءالله در فیزیک سمت 12 اونجا خودتر درک میکنیم. خب برسو، من میخواییم امروز راجع به طیف هیدروژن بحث بکنم و ما میخواییم ایره بحث بکنیم که آیا وقتی ما یک عنصر را مد نظر بگیریم، یعنی یک عنصر برای مثال فکر کنیم مدار اول، مدار دوم، مدار سوم، مدار چهارم، الکترون وقتی که از اینجا به اینجا حرکت میکنه چقدر انرژی ضرورت داره؟ الکترون وقتی که از اینجا به اینجا حرکت میکنه چقدر انرژی ضرورت داره؟ و پس دوباره که میآید به این شکل، اگر انرژیش از این قدر زیادتر و از این قدر کمتر باشه، آیا الکترون از جای خود حرکت میکنه به اینجا استاپ میشه و یا دیگه قطعا حرکت نمیکنه؟ این سوالات را امروز انشاءالله پاسخ خواهیم داد. برصورت بیاییم ببینیم. اول انرژی فرمولش هست منفی 13.6 فکر میکنم زید مربی بر این مربی، امیدوارستم غلط نکنم. چون ما سر هیدروژن بحث میکنیم، هیدروژن و یا عناصری که مثل هیدروژن باشن، بنابراین قیمت از این چند است؟ یک مربع، یک ضرب 13.6، 13.6 هشت منفی 13.6 بر این مربع، منفی 13.6 بر این مربع. یک چیز دیگه یادم نره که فرمولای بور، سرعتش، انرژی پتانسیل، انرژی کینتیک، همه و همه را به عناصر سب میکنه که عناصر خود هیدروژن یا عناصر مثل هیدروژن باشه. خب به هر صورت چه قسم؟ بسیار ساده. شما اگه فکر بکنین که این یک عنصر هستش، این مدار اول، این مدار دوم، درست است؟ مدار سوم، مدار چهارم و به همین شکل تا آخر. مدار اول، مدار دوم، مدار سوم، مدار چهارم. اگر من بگویم در مدار اول، در مدار اول انرژی چقدر است؟ شما به جای این یک بازه میکنید، یک مربع یک، 13.6 تقسیم یک، 13.6 منفی 13.6، البته به اساس الکترون وولت. بعد از او این دو بازه میکنیم، دو مربع چهار، 13.6 تقسیم چهار، 13.6 تقسیم چهار چند میشه؟ من قیمت را اینجا ساده ساخته، منفی 13.6 و همین رقم این سه بازه کنیم، سه مربع نو، 13.6 تقسیم نو، قیمت از اینه منفی 1.5. و همین رقم 4 بازه کنید، 4 مربع 16، 13.6 تقسیم 16 میشه منفی 0.85. امیدوارستم که اشتباه نکرده باشم. منفی 13.6، منفی 3.4، منفی 1.5، منفی 0.85. خواسته هر چقدری که شما خودتان بگید، هر چقدری که به هسته نزدیک میشین، آیا انرژیتان زیاد میشه و یا انرژی کم میشه؟ از نگاه مقداری ببین، ای کم است، ای کم است، ای کم است، ای و ای کم است، ای از کار بیشتر است، ای از کار بیشتر است، ای از کار بیشتر است. یعنی هر چقدر ما به هسته نزدیک شده انرژی زیاد شد. نخیر، به یه علامه فکر کن. بنابراین هر چقدر که تو از هسته دور میشی انرژی بیشتر شده میره. بسیار خوب. الان سوال اینجاست، وقتی یک الکترون در اینجا قرار داره و این الکترون ما میخوایم در اینجا روان بکنم، چقدر انرژی برایش میده؟ و امی رقم وقتی که الکترون از اینجا میخواییم به اینجا روان کنیم چقدر انرژی میدیم؟ یا الکترون از اینجا به اینجا روان بکنیم چقدر انرژی برش میدیم؟ معلوم دارست که ما میدیم از اینجا تفریق میکنیم یا از اینجا تفریق میکنیم، مقدار تفاوت که آمد الکترون از اینجا به اینجا حرکت میکنه. این شکل وقتی که از اینجا وقتی که الکترونش میخوایم به مدار سوم روان بکنیم، بین 3.4 و 1.51 تفاوتش پیدا میکنیم، هر چقدر که پیدا شد الکترون حرکت میکنه. خب به هر صورتش همین را میخواییم البته به دیگه تیپ ترسیم بکنم. اینجا من به نظر میگیریم اینه فکر کنید مدار اول است، نامش ground state. ground state کدام مدار است؟ مدار اول. در اینجا انرژی چقدر است؟ انرژی در اینجا منفی 13.6. اینا وقتی که ما در مدار دوم میریم، بین مدار اول و مدار دوم از نگاه سوی انرژیکی تفاوت زیاد نیست، اما بین مدار دوم و سوم تفاوت سطح انرژیکی یک ذره کمتر است. حقیقتا زیادتر است، مگر مدار دوم از نگاه سطح انرژی بالاتر باشه.
این مسیبه ای این مسیبه این شکل مدار سوم از مثل از این باری تفاوت سطح انرژیش نیست یک ذره نسبت به دی کمتر مدار چهارم دیگه هم کمتر مدار پنجم دیگه هم کمتر مدار ششم دیگه هم کمتر و مدار هفتم بیخی کمتر این مدارها از نگاه سطح انرژی تقسیم شد از نگاه سطح انرژی از نگاه فاصله نیم تعداد تو فکر میکنن که ولی مدار اول و مدار دوم بسیار دور هستن و مدار دوم سوم نزدیک هستن لطفا اینطور بحث نیست یه نگاه تفاوت سطح انرژی است این مسایب یکیش این مسایب دو دیگهش ای چند است این مسایب سه امی رقم چهار پنج شش هفت بسیار حالا بین مدار اول و مدار دوم چقدر تفاوت انرژی است؟ باشید که ببینم این 13 شد 6 شد این دیگه چند شد؟ منفی 3 شد 4 این دیگه منفی 1 شد 51 مدار 4 منفی 0 شد 85 بین تفاوت انرژی هم نیفهم نشد بین 13 شد 6 و 3 شد 4 چقدر تفاوت است؟ تفاوت کنم 10 شد 2 اینی تفاوت شد در شاره دو البته به اساس الکترون وولت بسیار بین دوم و سوم چقدر تفاوت است؟ یک شاره اشتر کنم کجا نشتر کنم میره؟ اینی جگه نشتر کنم یک شاره اشتر دو نو بسیار بین سوم و چهارم چقدر تفاوت است؟ سفر شاره شست و شش همین رقم تا آخر محاسبه کنم این داره این چه قیمت داره؟ خلاص خوب است مزه میکنم خب آسان است نیم فکر میکنم بسیار ساده است خب به هر صورت زمانی که بین مدار اول و دوم تفاوت رو میبینم در اشاره دو بین دوم و سوم میبینم یک اشاره اشتاد ما آله بین سوم و اول چقدر؟ بین سوم و اول بین سوم و اول اینجا نشتاد میکنم مالیم دارست که ده اشاره دو با کی جمع میشه؟ یک اشاره اشتاد و نو قیمت از ایمه دوازده اشاره سفر نو دوازده اشاره سفر نو اینجا نشتر میکنم دوازده اشاره سفر نو بین چهارم و اول چقدر است؟ ایرام جمع بکنید دوازده اشاره افتاد نو بین زیاد چقدر شد؟ دوازده اشاریه افتاد پنج دوازده اشاریه افتاد و پنج معلوم میشه؟ ببینم انشالله معمول است خب آل سوال اینجاست وقتی که یک الکترون ده اشاریه دو الکترون وولت برش انرژی بده کجا میره؟ مدار دو؟ اگر در مدار دوم باشه یک اشاره اشتاد و نو بدین در کجا میره؟ به مدار سوم برعکس الکترونی که به اینجا رفته چقدر انرژی گرفته؟ در اشاره دو وقتی که پایان میاید پس در مدار اول میاید امی در اشاره دو رو به ما تسکیل میکنه یعنی الکترونی که در این مدار بوده باشه و این بخواید در مدار اول پس بره نتیجه در شکل فوتون یک مقدار انرژی به مقدار دو در اشاره دو الکترون وولت خارج میشه اینی را یاد میکنم طرف اتمی این حال الکترونی که در مدار سوم باشه وقتی که بیاید در مدار اول چقدر انرژی برای ما میده؟ دوازده اشاره سفر نو؟ الکترونی که در مدار چهارم باشه اینی را چقدر انرژی میده؟ و اندازه دوازده اشاره هفتاد و پنج این شکل الکترونی که در اینجا باشه الکترونی که در اینجا باشه و الکترونی که در این قسمت سوال اساسی است الکترون چقدر انرژی بدی که به مدار دو بره؟ ده اشاره دو چقدر انرژی بدی که به مدار سوم بره؟ دوازده اشاره سفر نو
اینامی من ده اشاره دو نمیتم، دوازده اشاره صفر دو هم صفر نو هم نمیتم، یازده و نیم میتم. کجا میره؟ از اینجا به اینجا چقدر ضرورت داره؟ ده اشاره چند گفتیم؟ دو. از اینجا از اول به سیم چقدر ضرورت داره؟ دوازده اشاره صفر نو. آن سوال ایست که الکترون اگر من یازده اشاره پنج دادم آیا به مدار دوم میآید یا به مدار سوم میره؟ اول به مدار سوم رفته نمیتونه به خاطر که 12 اشاره 09 ضرورت داره. در مدار دوم میمانه آیا 11 و نیم دادی؟ آیا 10 اشاره 2 گرفته اینجا میآید؟ منتظر است یک مقدار انرژی دیگه هم برسه برش اینجا میره؟ و یا ای که قطعا از جای خود حرکت نمیکنه؟ سوال درک کردی نکردی؟ ساعت ترکف میزنم؟ باز وقت کم مانده؟ خب وقتی که من الکترون روان میکنم از اینجا به اینجا روان میکنم ده اشاره دو ضرورت دارم. وقتی که الکترون به مدار سوم ضرورت میکنم روان میکنم دوازده اشاره صفر نو. آره من یازده و نیم دارم، اینم یازده و نیم. از این چی فکر میکنه؟ از اینجا تا به اینجا میآید یا الکترون مستقیم هیچ حرکت نمیکنه هیچ یازده و نیم کار نداره؟ جواب این است که الکترون وقتی که برش یازده و نیم داده شد هیچگاه از اینجا به اینجا حرکت کرده و منتظر از این نیست که یک ضربه انرژی بهش پیدا شود که 12 اشاره 09 شود و اینجا حرکت کنه. این قسم نمی کنه. خیلی چی میکنه؟ الکترون H 11 اشاره 5 نمیگیره. من بسیار بسیار زیاد ساده میتونم، یعنی من تو گفتم اگر 12 اشاره 09 پیدا شد میره بسیا، اگر 10 اشاره 2 پیدا شد اینجا 11 و نیمه گرفته در اینجا منتظر نمیشینه. مثل که یک کسی بخواه حرکت بکنه از افغانستان، میخواه فرار بکنه به یک کشور خارجی و میخواه به شکل قاچاقی یا هر چیزی که هست همراه خود میسنجه. فرض مثال من میخواهم به فرانسه برم، چقدر افغانی ضرورت است؟ فرض مثال 5 لک افغانی من ضرورت دارم. اگر تو 5 لک افغانی ضرورت داری و از کابل میخواهی فرار بکنی و تو پیدا کردی 4 نیم لک افغانی و از اینجا تا به ترکیه پولی که مصرف میشه فرضاً 4 لک افغانی، ایناله تو چی میکنی؟ آیا از کابل رفته به ترکیه منتظر میشینی که باز من یک چیز دیگر پیدا کنم اونجا برم؟ جواب است خیر، به هیچ وجه. شما چی میکنید؟ اگر پنج دفعه پیدا شد ما مستقیم عادت ما به اینجا است، نشد پیدا نمی کار ندارم، الکترون نمیتونست. هیچگاه الکترون این کار را نمی کنه که از اینجا یک مقدار که پیدا شد اینجا باز بعد از اون برم به قسمت بالا، هیچ از جا برکن. این دیگه یک سوال دیگر، وقتی که الکترون 12 اشاره 09 برش داده آیا ای از اینجا حرکت کرده مستقیم در سه میره یا ای که اول دور تای میکنه باز به سه میره؟ بگویم سعی کن 12 اشاره 09 میآید آیا مستقیم به سه یا راستن اول در دو میره باز از دو به سه؟ جواب ای است که نه، الکترون به هیچ وجه در دو نمیره باز به سه، مستقیم به سه. من بسیار زیاد مثال ساله میدم، شما اگه تصور بکنید به منزل سه یکی از خانه‌های قوم خیشتان است و شما میخواین اونجا برید در یک بلاک زندگی میکنن، آیا تو شده که برید در اپارتمان منزل دوم تک تک کنید و بگین که والا ما اینجا آمدیم باز این حال از اینجا میرم منزل سه؟ جواب معلوم دارست که نخیر، میفهمم که نمیرم برن به هیچ وجه الکترونی کار نمیکنه که برن را سن به اول به دو و از دو بسه. تا اینجا سوال است؟ یه دیگه این کمک دیگه هم پیش میرم. پیش برم. خب، به هر صورت میم به این قسمه وقتی که الکترون آمد در اینجا از اینجا پس دوباره وقتی که به اینجا میاید تقریبا در شرط دو الکترون بود انرژی آزاد میکنه. این نگه پس مدار سیوم که به اول بیاید در حدود 12 شرط 09 12 شرط 5 میرم رو پاخر. اینا که اگر تصادفا الکترون در مدار دوم بوده باشه و مدار سوم رفته باشه معلوم دارست که پس در مدار دوم میه این میگن از مدار چهارم به دوم، پنجم به دوم، ششم به دوم، هفتم به دوم. سوالم از شما این است آیا الکترون ها وقتی که از مدارهای دیگه به مدار اول میآید زیاد انرژی آزاد میکنن و یا ای که از مدار سوم و چهارم که به دوم میآید معلوم دارست که از دیگه مدار به مدار اول؟ در اینجا امین انرژی را که پخش میکنه این انرژی در حقیقت فوق العاده زیاد است که این شعاعی که پخش میشه این شعاع به نام شعاع گاما شعاع ایکس ری این شعاع از این تشکیل میشه. در مدار دوم وقتی که میآید
الکترون از مدار دوم به سیوم رفته باشه، چهارم رفته باشه و پس دوباره به اینجا بیاید، نتیجه ای که وقتی که الکترون ها پس دوباره در این مدار میاید، در حقیقت انرژی از این نسبت به این کمتر است و اینجا انرژی که پخش میشه او را یاد میکنن انرژی مرئی یا ویزیبل. اینا شای گاما و اکسره. به مدار سوم اینا در حقیقت امواج حرارت و اینی که به مدار چهارم اینها در حقیقت کی هستن؟ اینها عبارت از امواج مایکروویو. این سلسله اگر نامی دیگه هم دارن، اولیش لیمان. لیمان کدام رشته است که الکترون از مدار اول به دوم سیوم چهارم رفته باشه از یک پس دوباره به اول. رشته دوم بالمر، همین نورای افرنگی را که ما میبینیم، اما مدار دوم و دیگه مدار رفته پس دوباره به مدار دوم و همین رفتم دیگهش پرشن. این ها ما زیادتر فراموشی نمیشن و لیمان، بارمر، پرشن و براکت. سوال اینجاست، وقتی که الکترون از این مدار پس در این مدار میاد یا از اینجا پس در اینجا میاد، آیا امین موجی را که میفرسته این موج از خود فریکانس نداره؟ داره. فریکانسی موج چی است؟ این از رابطه گاما مساوی است به سی سرعت بود ضرب در عدد ثابت ریبر یکی به ان یک مربع منفی یکی به ان دو مربع. ان یک ان دو کدام است؟ ان یک ان دو شماره مدار است. وقتی که از اینجا در اینجا بیاید اینی باید از زیاد باشه، این باید از کمتر باشه. بنابراین به یادت دیگه باز بکنید کلام منفی ندارم، فریکانس منفی ما نداریم. و سی چی است؟ سی سرعت نور. کجا نشته کنم؟ اینجا دیگه مسایز سی سرعت نور قیمتش سه ضرب ده بر مای هشت متر بر سیکن. یا از نگاه کیلومتر اگر کم بزنیم سی ضرب ده بر مای پنج. آر عبارت است آر اچ، عدد ثابت است، ثابت ریدبرگ. قیمت از چند است؟ فکر میکنم 2.18 ضرب 10 بر مای منفی 18 ژول. اینا را که من شما سوال میکنم بسیار مثال ساده. الکترون پس مثال در مدار دوم است، پس در اول میاید. بگو که کدام فریکانس نور را بخش میکنه. شما سی را وزن میکنید سرعت نور، عدد ثابت را وزن میکنید، شماره مدار را وزن میکنید، یک معادله یک ثابت است، فریکانس پیدا میشه. از مدار سوم به دوم، چهارم به دوم، وارم مثلا چهارم به دوم وقتی که بیایم یکیش چهار میشه، یکیش دو میشه، عدد ثابت میفهمی یا میفهمی؟ یک فریکانس میده، فریکانس از این در جدول سر میده، رنگ نور پیدا میشه. نیست مصباده. این بود موضوع تیوری بور. بور چی اشتباه داشت؟ این امروز وقت پوره هست، نتانستیم انشاءالله به تیوری ما بعد که تیوری دیبرای و تیوری هایزنبرگ است، در اونجا اشتباهات بور هم گرفته میشه. باز هم منتظر هر نوع انتقادات، سوال، پیشنهادات شما هستیم. لطفا ما را کمک بکنین و خواهش ما بار دیگر از پشتوانه می است، لطفا چینل خود را سبسکرایب بکنین، شیر بکنین و نقطه کنج کنج دنیا شما هستین که پیام ما را می فرستین و هر آن مفهومی که شما از درس می گیرین کوشش بکنین با همسین فیتان در میان بگذاریم تا ما همه و همه دست یکی کرده و انشالله افغانستان سطح علمی شهد یا قل سطح مکتب از این سطح فیلی کمی بالاتر ببریم. بس کرد وقت بسیار زیاد خوش میخوایم و انشاءالله به لکچر هفتم به زودی آمادگیتان رو بگیریم، تیوری دیبرای، تیوری هایزنبرگ و به همین شکل البته بحث نمبر کوانتم ها و معادلات شوارتزنگر خواهد دیدیم. وقت بسیار زیاد خوش میخوایم. خدا حافظ.